هفته گذشته شهر مریوان شاهد یک تراژدی انسانی بود. شلر رسولی هنگام فرار از تجاوز یک اوباشی که در پناه حکومت حاشیه امن داره، خودش رو از ساختمونی به بیرون پرتاب میکنه و جان میبازه. در عکس العمل به این واقعه جمعیت بزرگی از مردم مریوان به خیابان اومدن و مراسم تشییع جنازه او رو به یک راهپیمایی سیاسی اعتراضی تبدیل کردن. روز بعد هم تعدادی از زنان و مردان آزادی خواه در شهر سنندج دست به تجمع زدن و با پلاکارتهایی که در دست داشتند و بیانیه‌ای که قرائت کردن، انگشت اتهام رو به طرف قوانین ضد زن و زن ستیزی جمهوری اسلامی گرفتند. در برنامه امروز به ریشه یابی این فاجعه، بی‌حقوقی زن در جمهوری اسلامی و همینطور قوانین ضد زن اون میپردازیم. همچنین نگاهی هم خواهیم داشت به جایگاه مبارزات مردم مریوان در این برنامه. خلیل کیوان هستم، بیننده برنامه پاسخ هستید. نگار نادری همکارم از بخش فنی هم با ما همراهی میکنند. حمید تقوایی، در یکی از پلاکارت هایی که در تجمع اعتراضی سنندج دیده می شد نوشته شده بود بی‌حقوقی زنان عامل تجاوز و قتل ناموسی و خودکشی است. شما چه رابطه‌ای بین بی‌حقوقی زن و جنایات بیشمار رو از جمله تجاوز و قتل ناموسی خودکشی اونان می بینید؟ بی‌حقوقی زن یک واقعیت خیلی تکان دهنده هست در ایران، چون مسئله فقط از تبعیض جنسیتی به نظر من فراتر میره. اینکه زنان حق طلاق ندارن، حق حضانت از بچه‌ها ندارن، حق مسافرت بدون اجازه شوهر ندارن، کودک همسری در ایران هست و مسئله حجاب اجباری، آپارتاید جنسیتی، تمام اینها جنبه‌های مختلفی از بی‌حقوقی زن هست که بسیار مسئله رو عمیق‌تر و فاجعه‌آمیزتر می‌کنه تا جوامع دیگه، حتی در جوامع همسایه خود ایران در خاورمیانه. به این معنا می‌خوام بگم بی‌حقوقی زن بسیار گسترده و عمیق هست در ایران. منتها اونچه که ربطش میده این رو به تجاوز جنسی به نظر و اصلا کل همین بی‌حقوقی‌ها، ریشه‌اش در این هست که در قوانین اسلامی، در اخلاقیات اسلامی، در فلسفه اسلامی زن کالای جنسی است، متعلق به مرد، قبل از ازدواج متعلق به پدر، برادر و بعد از ازدواج متعلق به شوهر. حتی ازدواجش بدون رضایت پدر نمیتونه صورت بگیره، طلاقش بدون رضایت شوهر نمیتونه اتفاق بیفته، مسافرت بدون اجازه شوهر نمیتونه بکنه. مسئله کودک همسری که یک فاجعه است، که حتی کودکان زیر 9 سال رو اسلام مجاز میدونه ازدواج با اونها رو و حتی کامگیری جنسی از اونها رو مجاز میدونه. همه اینها نشون دهنده این هست که زن در جمهوری اسلامی از دید اسلام و قوانین اسلامی یک برده جنسیه، یک کالای جنسیه و به این چشم بهش نگاه میشه. مسئله تجاوز جنسی هم دقیقاً بر این معنی پیدا میکنه. اینکه ما حتی تعدد زوجات و صیغه داریم، اینها خودش جنبه‌ای از تجاوز جنسیه، چون در اسلام چند همسری مجازه و تمکین زن به شوهر اصلا مطرح نیست. اگر شما صیغه کنید یا ازدواج کنید، دیگه زن موظفه به تمکین، در حالی که در بسیاری از کشورها که بوی از تمدن بردن، رابطه جنسی اجباری حتی در صورت ازدواج هم تجاوز به حساب میاد. در اسلام نه تنها اینا نیست، بلکه شما رو مجاز میکنن که هر مردی میتونه با یک دختر زیر 9 سال هم ازدواج کنه، به قول خمینی با یک کودک شیرخوار هم ازدواج کنه و کامگیری جنسی کنه. اینا قوانین اسلامی هست. به این خاطر میخوام بگم بی‌حقوقی زن در ایران پایش یک دیدگاه معینی هست که زن رو اصلا یک شهروند مساوی با مرد، یک انسان مستقل به حساب نمیاره، تحت قیمومیت مردها به حساب میاره و
به عنوان ملک جنسی اونها، به عنوان کالای جنسی. این اساس مسئله در ایران هست، از جمله اساس مسئله تجاوز جنسی که الان بسیار شایع است. فجایعی مثل مرگ شلر به کرات در ایران اتفاق میفته، اما کمتر به یک اعتراض بزرگ منجر میشه. این درجه روشن بودن و آمادگی مردم مریوان به چه خاطره؟ ویژگی اعتراض چی بود به نظر شما؟ خب دو جنبه رو من میتونم اشاره کنم. از یک نظر این نشان دهنده جو عمومی اعتراضی در کل جامعه است. الان مبارزه علیه اعدام هم برآمد تازه‌ای پیدا کرده و مردم وسیعاً، خانواده، کسانی که زیر اعدام هستن به خیابون‌ها اومدن و خیلی سریع اعتراض میکنن با کل مجازات اعدام، نه فقط با این یا علیه این یا اون پرونده‌ای که اعدام رو، حکم اعدام رو صادر کرده، بلکه کلاً با مجازات اعدام جامعه داره اعتراض به در سطح میدانی وسیع. خب این هم ما قبلا شاهدش نبودیم. یا مبارزات گسترده دیگه ای که هست که میدونید در کارگران نفت، در بخش مختلف جنبش کارگری، بازنشستگان، معلمان، مبارزه علیه حجاب، تمام اینها گسترده است در ایران امروز. خب بر این متن عمومی هست که الان یک اتفاقی مثل همین مرگ فجیع شلر که به قول شما مواردش در خیلی بوده در ایران، میبینیم به یک جرقه تبدیل میشه که این حرکت رو به وجود میاره. نکته بعد این است که شهر مریوان سابقه مبارزاتی گسترده و قدیمی داره. انواع نهادها، سمنها، انجمنها، تشکلها در این شهر فعالن، در مبارزه برای محیط زیست، در مبارزه برای حقوق زن، در مبارزه در دفاع از حقوق کودک، در مبارزه علیه فقر، در مبارزه علیه انواع بی‌حقوقی ها خودشون سازمان دادن، فعالینش متشکلن و بسیار تعرضی عمل کردن. این سابقه در شهر مریوان هست از مدت ها قبل، از همون مقطع کوچ مریوان در انقلاب 57. این شهر سابقه درخشانی در این نوع مبارزات داره. این هم این زمینه رو ایجاد کرده که به این ترتیب جامعه به خیابون بیاد، بخش عظیمی از مردم بسیج بشن، به حرکت در بیان و به این قضیه اعتراض کنن. بنابراین این دو فاکتور، فضای عمومی اعتراضی در کل ایران و سابقه مبارزاتی و به خصوص تشکل‌ها، فعالین و نهادهای مبارزاتی وجودشون در شهر مریوان دست به دست هم داده و این شرایط رو به وجود آورده که به نظر من یک شرایط نمونواری هست، یک الگویی هست برای مبارزات در سراسر ایران علیه از جمله بی‌حقوقی زن. تجمعات اعتراضی مردم مریوان و سنندج و اعتراضات گسترده‌ای که در سراسر ایران هست نشون میده که جامعه رابطه بی‌حقوقی زن و قوانین اسلامی رو میشناسه، میخواد از این فراتر بره، باید از این فراتر رفت. آیا برچیدن قوانین اسلامی که خود این هم با برچیدن بساط جمهوری اسلامی ممکنه، زنان را از حقوق برابر با مردان برخوردار میکنه؟ برابری زن و مرد به چه معناست و چطور محقق میشه به نظر شما؟ به نظر من سرنگون کردن جمهوری اسلامی و خلاصی از شر قوانین مذهبی یک گام بزرگ و تعیین کننده در پیشرفت جنبش زنان است. خب مسئله تماما این نیست، چون در بقیه دنیا، در خیلی از کشورها که حکومت اسلامی و قوانین اسلامی هم حاکم نیست، همچنان زنان جنس دوم، شهروند درجه دوم به حساب میان و حقوق برابر با مردان ندارن. ولی همونطور که گفتم در ایران این قضیه در سطح گسترده و فجیع و بسیار تکان دهنده ای رایجه و این یک حکومت، یک دولت پشتشه. خب خیلی جاها به خاطر فرهنگ مردسالار، به خاطر نگاه سکسیستی به زن، حتی در کشورهای غربی هم ما میبینیم که بی‌حقوقی زن رو میبینیم، حتی تجاوز جنسی نسبت به زن رو میبینیم که علیهش هم اعتراضی شکل گرفته. ولی در ایران این قضیه دولتیه، قانونیه. وقتی که حکومتی میاد زن رو حتی اجازه میده در ورزشگاه باشه، به عنوان منبع شر، به عنوان تحریک کننده مرد میدونه و میگه باید حجاب سرت کنی، باید از معاشرت از با مردان خودداری کنی، نباید حتی بلند بخندی، نباید برقصی، نباید آواز بخونی. وقتی اینها رو به عنوان قوانین، اخلاقیات، فلسفه سیاسی یک حکومتی شما دارید، اون وقت دیگه مسئله بسیار
فراتر میره از صرف فرهنگ مردسالار و غیره. اینجا مسئله دولتیه، مسئله قوانینه و به این معنا هست که خلاصی از شر اسلام حاکم و خلاصی از شر این حکومت یک گام بزرگی هست در راه رهایی زن. منتها اثباتاً خیلی کارا باید انجام داد. بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی باید قوانین بدون قید و شرط در تمام زمینه‌ها برابری زن و مرد رو به رسمیت بشناسند. در غرب ما یک انقلاب جنسی داشتیم در دهه 60 که تا حد زیادی در این زمینه، در زمینه رابطه با مرد هم حقوق زن رو با مرد مساوی تعریف کرد. در ایران هم همینطوره. تعدد زوجات، صیغه غیره نتان رو باید کلن جارو بشه از جامعه، بلکه زن و مرد باید حق مساوی در انتخاب همسر داشته باشد. نه فقط همسر، میتونن مثل پدیده ازدواج های سفید، این باید به رسمیت شناخته بشه. رابطه جنسی بین دختران و پسران قبل از ازدواج باید به رسمیت شناخته بشه. هیچ عاملی، چه خانواده، چه دولت، چه هر مرجع دیگه، نباید در رابطه برابر و داوطلبانه جنسیتی بین زن و مرد باله دخالت کنه. این رو باید جلوشو گرفت. از اون طرف باید تجاوز به کودکان که بهش میگن ازدواج شرعی ممنوع بشه، این جرم جنایی محسوب بشه. اینها اقدامات اثباتی است که باید انجام بشه. ولی روشنه تا وقتی جمهوری اسلامی هست، هدف اصلی و مانع اصلی، اولین خاکریزی که باید فرد کرد این هست که جمهوری اسلامی باید به زیر کشید تا بتونیم این حقوق کاملا برابر زن و مرد رو در جامعه جاری کنیم. به نظر در شرایط امروز هدف و اساس اعتراض مردم حکومت جمهوری اسلامی هست، همونطور که در مبارزات مردم مریوان میبینیم در همه جای ایران. این رو باید اول از شرش خلاص شد تا بتونیم اصلا صحبتی از آزادی زن و برابری زن و مرد به میون بیاریم. برخی بر این باورند که تجاوز جنسی مسئله جهانیه، تجاوز جنسی به زنان، و ریشه اون هم مردسالاری و نگاه سکسیستی به زنانه که در همه کشورها مشاهده میشه. به همین خاطر هم ما یک جنبش میتو داشتیم که در چند سال اخیر در کشورهای غربی شکل گرفت و حتی فضای سیاسی ایران را هم تحت تاثیر قرار داد. آیا در ایران مسئله تجاوز جنسی ناشی از فرهنگ مردسالارانه نیست؟ مبارزه علیه تجاوز جنسی در جمهوری اسلامی رو میخوام ببینم شما چه ویژگی‌هایی درش میبینید. خب همین که اشاره کردید، جنبشی مثل جنبش میتود الان در کشورهای غربی هم هست و علیه تجاوز جنسیه. منتها همونطور که تو سوال قبلی توضیح دادم، یک فرق اساسی اینجا هست. ببینید هیچ دولتی قانونی موافق تجاوز جنسی نیست جز جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی حتی تجاوز به کودکان رو قانونی اعلام کرد. صیغه موقت چیزی جز تجاوز جنسی نیست، به خاطر پول انجام میشه اساسا. و همینطور اینکه مرد میتونه با چندین زن و همسر و تعدد زوجات چندین صیغه داشته باشه، چندین زن عقد داشته باشه، تمام اینها یعنی دولت و قانون پشت بیحقوقی زن هست. نه تنها این جرمی است جلوشو نمیگیره، بلکه خودش اون رو قانونی کرده، مشروعیت بهش بخشیده. فقط یک مورد رو بگم. ببینید رابطه جنسی، نه تنها رابطه جنسی با کودک، هر نوع سوء استفاده جنسی از کودکان یک جرم جنایی مهمیه تو داریم. در جمهوری اسلامی این قانونیه، در جمهوری اسلامی رسما، در اسلام اینطوریه، حکومت هم که قوانینش از اسلام برآمده، در قوانین و در اسلام حاکم حداقل سن ازدواج نداریم. یعنی مرد میتونه، هر مرد از بالغی 50 60 70 هر سنی میتونه با دختر زیر 9 سال از شیرخوارگی ازدواج کنه. و به تفصیل توضیح دادن که چطور کامگیری، این نقاط خودشونه، از کودک حتی شیرخوار میشه کامگیری کرد. انقدر تهوع‌آور و انقدر شنیه که آدم اصلا از گفتن شرم میکنه. ولی اینا قانونه تو جمهوری اسلامی. خب اینها نشون میده که در غرب اگر مبارزه علیه یک فرهنگ مردسالار هست که به درست هست و مبارزه بر حقیه، علیه نگاه سکسیستی به زن هست، علیه به اصطلاح درجه دوم دیدن زن در عمل و در جامعه هست، اینها مبارزه بر حقیه که معنی میده. ولی در ایران قضیه این نیست. در ایران مسئله یه مسئله قانونی دولتیه.
چه اخلاقیات اسلامی، چه قوانین اسلامی، چه کل حکومت، هر روز از منبر و نماز جمعه و رسانه ها و غیره دارن زن رو به عنوان ضعیفه، به عنوان منبع شر، به عنوان کسی که مرد رو تحریک میکنه، به عنوان کسی که باید خودش رو بپوشونه، کسی نباید قیافش رو ببینه، حتی نباید بلند بخنده، چون مردان تحریک میشن، به این عنوان دارن به زن نگاه میکنن و قوانینشون در این جهته. و همین خاطر من فکر نمیکنم بتونیم بگیم که در ایران هم مثل همه جای دنیا ریشه اخلاقیات مرد سالارانه یا فرهنگ سکسیستی و غیره. قضیه فراتره. این اخلاقیات و این فرهنگ امری دولت قانونی است در ایران و به همین خاطر ابتدا باید تکلیف رو، حساب رو با این دولت روشن کرد، تکلیف این حکومت رو روشن کرد، اون رو به زیر کشید تا بعدن بتونیم جا باز کنیم، تازه برای مقابله درست با فرهنگ مرد سالار که باید با اون هم مبارزه کرد. ولی امروز هدف رو فرهنگ گذاشتن به جای قوانین به نظر من هدف رو گم میکنه و به نتیجه نخواهد رسید. امروز باید هدف قوانین اسلامی و جمهوری اسلامی باشه. همین تقوایی، کمی در مورد ویژگی های شهر مریوان صحبت کنیم. این شهر از نظر مبارزات اجتماعی و ابتکاراتی که به دست داده نمونه است. برای مثال ده ها قانون و تشکل و نهاد در زمینهای مختلف از جمله محیط زیست، در دفاع از حقوق کودک، در زمینه هنر و کتابخونی، کوه نوردی، علیه اعتیاد، دوچرخه سواری زنان، برگزاری مراسم روز جهانی زن و یا اول مهرروز جهانی کارگر، انجمنهای علمی ادبی فرهنگی که دارن، علیه نیروهای ارتجاعی مثل سلفی ها و غیره در این شهر دست به فعالیت های گسترده زدن. تجمعات بزرگ اعتراضی در این شهر سازمان داده میشه. مثلا اعتراضات پی در پی که معلمان داشتن. تجمعات برای آزادی معلمان زندانی. تجمع بزرگ و باشکوهی که برای استقبال از معلمان زندانی که آزاد شده بودن سازمان داد این شهر. تجمع بسیار وسیعی که در چهارمین سالگرد جان باختن فعالین محیط زیست برگزار کردند. اینها همه و بسیاری دیگه در این شهر اتفاق افتاده. این شهر به یک معنا یک الگوی مبارزاتی در مقابل جمهوری اسلامی به دست داده. آیا این از اینها میشه یک الگو گرفت و به سایر نقاط ایران تعمیم داد؟ این الگو شناخته شده نیست در بسیار از نقاط ایران. چطور میشه این رو شناسون، فراگیر کرد به نفعی که فعالین در کردستان در سراسر ایران از این تجارب استفاده کنند؟ بله، همین که اشاره کردید تو صحبت قبلی هم من بهش رجوع کردم. شهر مریوان سابقه درخشانی در مبارزه داره در تمام عرصه‌هایی که گفتید و همینطور گفتم از 57 این شروع شد با کوچ مریوان. خب مثلا این که این شهر در کردستان هست و کردستان هم از آغاز با جمهوری اسلامی رو در رو شد، ما با مبارزه مسلحانه در برابرش ایستاد، کوچ مریوان رو داشتیم، قیام سندج رو داشتیم و بعد هم از اون به بعد مدام اعتراضات اجتماعی در سطوح مختلف ادامه داشته، همه اینها باعث شده که مریوان یک کمچین ویژگی به دست بیاره. ولی خب به قول شما خیلی ها این رو نمیدونن. باید تاریخ این شهر رو، مبارزاتش رو، تجربیاتش رو ازش بیشتر صحبت کرد، منتشر کرد، به اطلاع همگان رسوند. منتها از یک جنبه خواستایی که مردم مریوان دارن به اون شهر به هیچ وجه محدود نیست. همین مبارزه برای حقوق کودک، مبارزه علیه تخریب محیط زیست، مبارزه برای حقوق زن در استفاده از مثلا مسئله دوچرخه سواری، شرکت در ورزشگاه ها، حقوق برابر از نظر قوانین خانوادگی و غیر و غیره، مسئله ایست که کم و بیش در همه جای ایران ما میدیم داره بر علیش مبارزه میشه و خواست و مثلا بر پرچم جنبش رهای زن نوشته شده در همه شهرها و همه شهرها از این جهت سابقه دارن و فعال بودن. به خصوص مسئله حجاب و آپارتاید جنسیتی که از همون یک ماه هنوز جمهوری اسلامی بیش از یک ماه از به قدرت رسیدنش نرسیده بود که گسترده ترین مبارزه زنان علیه حجاب اجباری رو ما داشتیم. این اولین تظاهرات توده علیه جمهوری اسلامی بود که در همون اسفند ماه سال 57 رخ داد. به این اعتبار من میخوام بگم به خوش تا جایی که به بحث ما برمی‌شه مبارزه برای رهایی زن مبارزه
عمومی است. منتها الگویی که مریوان میده مسئله بر سر متشکل بودنه، مسئله بر سر متحد بودن اکتیویست ها و فعالین. شاید مریوان چون شهر نسبتا کوچکی هست در مقایسه مثلا با تهران، اصفهان و غیره، فعالین خیلی به هم نزدیکترن، با هم ارتباطات نه تنها مدیای اجتماعی بلکه ارتباطات حضوری دارن، همدیگر رو میشناسن، همراه و همرزمن. و چپ مشخصا به خاطر سابقه نیروهای چپ از جمله حزب کمونیست ایران و کومله در کردستان، چپ در این شهر پایگاه وسیع‌تری داره. این همه دست به دست هم میدن که این الگو رو در برابر جامعه قرار بدن، قبل از هر چیز در برابر اکتیویست‌ها و فعالین جنبش‌های اعتراضی، به خصوص جنبش رهایی زن، که باید در کار میدانی کنار هم قرار گرفت، فراخوان‌ها و بیانیه‌های مشترک داد، باید ارتباطات رو گسترش داد، باید بر همبستگی بین جنبش رهایی زن و جنبش‌های دیگه تاکید کرد و اینها رو به هم وصل کرد. به نظر من اتحاد و همبستگی که شروعش با ارتباطگیری و اراده و خواست اکتیویست و فعالین هست، این به نظر من یه حلقه اصلی است که در دست گرفت. و مریوان اگر چیزی رو نشون بده، قدرت تشکله، قدرت فعالیت اجتماعی هست. تحت انواع تشکل که میگم صرفا تشکلهای صریحا سیاسی نیستن، تشکلات اجتماعی که اونها هم بالاخره دارن جمهوری اسلامی به چالش میکشن، مثل همون انجمنها، سمنهای مختلف. از دفاع از حقوق حیوانات بگیرید، در مریوان فعالیت میکنن، تا دفاع از حقوق کودکان، تا ورزش، همونطور که گفتید کوهنوردی، کتابخوانی، غیره و غیره. اینها به نظر الگویی هست که باید در بیشتر ازش صحبت کرد، بیشتر تبلیغش کرد، بیشتر معرفیش کرد، برای اینکه فعالین در شهرهای دیگه هم به همین شیوه رو بیارن و به این ترتیب در فعالیت‌های اجتماعی، مبارزاتی، اعتراضی، سیاسی، مطالباتی، انواع انجمن‌ها و سمن‌ها و نهادها و انجمن‌ها رو، تشکل‌ها رو سازمان بدن و دست در دست هم این مبارزه رو به پیش برن. من امیدوارم این مبارزه درخشانی که الان در مریوان جریان داره عملاً یک نمونه و الگویی بشه که بقیه شهرها، در کردستان سرندش فی‌الحال به این جواب مثبتی داده و نه فقط در شهرهای کردستان بلکه در شهرهای دیگه ایران هم بتونه تأثیرات مثبت و خیلی تعیین کننده ای داشته باشه. تشکر از شما حمید تقوایی، همچنین تشکر از شما همراهان و بینندگان برنامه پاسخ. تا هفته دیگه و برنامه دیگه، اوقات خوبی برای شما آرزو داریم.